نسل جوان رو تدبیر اون میکار بود. بیارم شما چی شد کنید؟ دارم ویدیو بیارم شما نبازی کنید. آنه شما بیارم. بزایی بابا. نه میگم. بایی نه. یه چیزی. هم نبازی میکردی با. اصفهان رو میتونستم بزنن. همون که آقای نیداغو ساختن میتونم یه مقدار رو شما. آقا نیداغود برای آشنایی بچه ها بیشتر اولا چه توضیحی میکنید در مورد این بچه ها در مورد موسیقی در همون زمینه پیشرفتشون چه روالی در پیش میگیرن که این سنت رو حفظ کنن؟ از میزان گرفتن هاشون شما ببینید هر چی بده یک میزان غلط کشتن آدم نکشتن اما هم میزان شما خودتون از چه سنی شروع کردید؟ 15 و آشنایی موسیقی رو از کجا اخذ کردید؟ پدرم بله پس فامیلی آشنایی داشتید؟ بله برای همه چرا؟ این در اساساتید گذشته بودن؟ اون وقت چی شد که گرویش پیدا کردید به سمت اساتید مثل درویش خان و اینها؟ کسی راهنمایی کرد شما رو؟ بنده چیزهایی که پدرم میکنه تمام شد. بعد اون وقت آقاس کنید درویش خان تمام شد. بله استاد درویش آسان بود نه آرام آسانگولی فوق العاده خوش را بودن ولی با هیچ کارای میزاندار کاری نداشت ردیف خیلی خوب میزاندار متا کامه آمز عبدالله چطور؟ میز عبدالله هم خوب سال میزد ولی ظاهر آسانگولی خیلی بهتر از میزاندار میزاندار هم آله بود خیلی اطلاعات کدومشون بیشتر؟ بیشتر ردیف و کاملتر خیلی این دویست و 97 قسمت رو هر دوشون میدارن همه اتونه اینا قسمتهای اون چیز هستن علی اکبر فرقه هم میزد الله هم اتونه میزد الله پسر بزرگ فرقانی من باید یکتر افتر خود از کنم که اینا خیلی خیلی خوب کار بیدن ولی چیزهای ضربی بد بیدونست آسونی که ندن از احترامش کاسته احترامش کاسته جلفه اینا کار حتی چارمزرا هم نبزدن خیلی خیلی کم خیلی یه چیزهای ساده یه ساده اینا که بندر پیشتر آمدی که در اون زمان معمول بوده چجوری بوده؟ مثلا وقتی شروع میکردم به نوازندگی
از آواز شروع کردن. پس در واقع پیش درآمد رو همون درویش خان بده از روزا. درویش خان خیلی حق کردن موسیقی مون واقعا. آقا این مرد چقدر خوب آدمی بود، چقدر بود. مثلا یک کت بیامد توی کلاسش، یک درویش بیامد سازشو مشغول کرد، کتم بشوند پالتو بیدار، کت بیدار، لباس بیدار، همه چیز. شنیدم به شاگردان ممتازش تبرزین طلا میداد. بله. که شما اون تبرزین رو دارید با خودتون. دارم، میخواید ببینید. اونهایی که همشاگردی های شما بودن تبرزین طلا، یعنی موفق شدن به دریافت تبرزین طلا، میتونید اسمشون رو ببرید؟ از کنم که یکی موسای معروفی که بله یکیشون بود پدره. یکی هم پدر جواد معروفی که ردیف موسیقی رو چاپ کرده. بله. از اونم که یکی هم نادری. بله. نادری جوانه. این وقت نادری بود و موسیقی معروفی بود و اونم که یه نفر تو دوستان نویش دوستان نیزدر. بله. جان بود یک بار اینا همراه این اینجا بس مدالاشون مختلف هم مصر بودن نقره بودن طلا. اولش مصر دوم نقره بود سوم طلا فقط یه طبعه بود اون وقت اینا رو که میگیره اون خیلی کم گرفتن مجموعه رو خیلی خیلی کم گرفتن یکی مستخان گرفتی که اون نادری نادری گرفت نادری بعد تا تهران بودم میدیدم این آمد گاهی پیت شده بود خیلی درویش بود بیمان تا خانقای درویش میدیدم از کنسرت هایی که به اتفاق درویش درویش خانو مرحوم عارف و اینها میدادید خاطراتی دارید در درویش خان با عارف ندارد هیچ کن کنسرتی ندارد با عارف ندارد درویش خان با تافلیت داره بود و حاج خانه دوله بود و شاگرد های خوبش بنده شاگرد دوبومی درویش خان توی این محل این کنسرت ها کجا بود؟ گران هتل. گران هتل در لالزار. لالزار پایین. و طاهرزاده میخوند؟ طاهرزاده خیلی خوب. خیلی خوب. و آقا چقدر این مرد سلیقه داشت دست شعر انتخاب کردن. شنیدم حافظ رو از بعد بود. تمام حافظ رو از بعد بود. خیلی این قدرت شعرش خوب بود. خیلی هم گرد موسیقا خیلی خیلی خوب خیلی خوب من بچه آدم این همه اینا خوب بودن درویش خان که واقعا مجسمه خوبی خیلی آدم موسیقی ترانه های اون زمان رو بیشتر ملک و شعرهای بهار می ساخته به؟ نه خوب بود بیشتر کی می ساخت؟ بیشتر عارف بعد ملک و شعر عارف هم خودش آهنگ می‌ساخت هم خیلی آدم موسیقی ترانه های اون زمان رو بیشتر ملک و شعرهای بهار می‌ساخت نه خب بیشتر کی می‌ساخت؟ بیشتر عارف بعد ملک و شعر عارف هم خودش آهنگ می‌ساخت هم همین نفر
خودشم میگه. همه شعر میگه. خودشم میگه. خیلی هم بد اخلاق بود. با ویلا. این مرد بر اولین بار استاد یه چیزی گفتن کلمه بد توش شما همه رو خوبه اصلا بد اخلاقیش چی بود؟ بد اخلاقیش آقا این بود که شب دعواش میشد واقعا نزدیک کتک هاره هم میرسد که عرق بدید به من بخورم میگفتم بابا تو یه پیمانه داری نباید بیشتر از اون بخوری ولی عارف گفت من پیمانه دارم نمیشه شب چرا گفت پیمانه نمیتونم که اینا به زور و به جبز و به هر طوری بود اون شب میترد فردا تو میگفت بب من معنی رفیق بازی هم شنیدم شما رفیقی منو دیشب چرا گذاشتی درم بخورم پدر باید در رو بردی چرا گذاشتی درم بخورم همیشه این دعوا بود بینه روخا باش من روزانه این خودم بخورم اصلا عارف با یج میرزا مثل که خیلی مشاجره میداشت خیلی سرشاخ میشدن تو شعر با هم دیگه الان دیگه هر چی بیاد میدازن شعر میگفتن تو دیوان عشق هست تو یج میرزا خیلی راجع با عارف میگه اون وقت این کنسرت ها با به شرکت عارف و عرش خان و شما مثلا یک ارکستری تشکیل میشد از چی در اون زمان؟ از خونه از که چه ساخت هایی؟ تاعت و بیول و مرتضا هم پیام شروع کنم مرتضا هم؟ مرتضا محجوبی خدا شما یادتون میاد که یه موقع من و شما مرتضا محجوبی با هم برنامه داشتیم در رادیو جهان شاخان 10 سالش بود منو سید خندان اونجا برنامه رو اجرا میکردیم نظرتون میاد مرتضی خان محجوبی وای ادیب میخون ادیب زنده هست ادیب مثل که هنوز هم زنده هست مرتضی آقا چه مردن بلی کرد چجوری شد؟ خیلی مریض بود خیلی سدش تمام بود در تیخ بود این رفتن دیدنش میگفتن رفتنی این رفتن تو خیلی هم کنی یکی دو ماه میگفت دوی هستی هم آنی بود ولی مالا اون بود تبیان میکشید هشیش میکشید همه چیز همه کار میکرد مرتبا مرتبا مثلا تریاد رضا برادرشون هم خواست رضا که این واقعا هم رضا ایبی هم مرتضای بود هر دو خیلی مستقید خیلی مستقیدان نبود رضا میدونید رضا ولی دیوانه میکرد واقعا اون رضا دیوانه معروف بود دیگه رضا دیوانه بهش بود یک نمونه از کارهاش به خاطر کنید بیارید در مجلسی نواخته باشی مثلا کی رضا؟ رضا بله رضا خیلی ظاهرش نهایت بود باز اشتر ولی موسیقی نمیدونست هیچ آزاد بود زیر موسیقیش هیچ چی نبود ولی اون چیزی که بیدن واقعا گیج کننده بود دیوانه با شوریده ای بوده شوریده خود محجوبی هم شوریده ای بود نه مثل رضا رضا خیلی شوریده رضا شیدا
شما شیدا رو به خاطر میاد؟ نه علی اکبر شیدا پدرم خیلی خیلی اون آقا هم آهنگ میساخته هم شعرش میساخته هم خودش میخونده هم ستار میزده ستارم پدرم رو خیلی خوب آثارش که خیلی زیبا خیلی خیلی این شیدا حالا از آثار شیدا میخوام بزن آثار Thank you.
زنده باشن. یه چیزی به خاطر داری؟
پرسیدم از دلبر، شبی پرسیدم از دلبر چه فن در عاشقی خوشتر. Oh.
رفتیم تو شور شور دشتی و رو Thank you.
بله همایون در آمد اول و دوم و سوم زنگ چطور پروانه ارز کنم که پروانه بیداد چکاوک پروانه بیداد پروانه نیدابود پروانه و وقت باوی سود و گداد جامعه دران نورود عرب رو نخواست نورود خارا نفیر و چک را و لیلی مجدون پس اینا تمام جز همایونه نیرا بود از جز همایونه اینا قدیمی بود اسم پدر شما چی بودی؟ بارخا تا جایی که خسته نیستید ما بعد بفرمایید شما خسته نشید شما ناراحت نشید این همایون جزء بیدا نیداود جزء همایونه پس از اول همایون شما نشید بعد بفرمایید Chuck all that.